همکارم فرزانه بزرگ اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. فرزانه خیلی خوش اومدی. میدونم که مرور داشتی بر این مناسبات و تقابلات ایران و آمریکا. چه مواضع یا سیاست هایی از دو کشور برجسته تر بود در سال گذشته؟ خب سال 1400 رو میشه سال دیپلماسی در تعلیق نامید، اساساً بین جمهوری 1401 رو ببخشید 1401، چون نه مذاکرات هسته‌ای به جایی رسید و نه پولهای بلوکه شده ایران آزاد شد و نه اساساً در مناسبات بین ایران و آمریکا روند رو به تغییری اتفاق افتاد. آنچه که اما در سال 1401 ما شاهد بودیم تو بهارش، تو اون 3 ماهه اولش، خب چون مذاکرات برجامی متوقف شده بود به خاطر اینکه دولت رئیسی حاضر نشده بود با طرف آمریکایی به در واقع مستقیما وارد مذاکره بشه، مذاکرات هم کشدار شده بود، مردم رو خسته کرده بود و از اون طرف آمریکا هم خواهان این بود که بیش از برجام در واقع تعهداتی از ایران بگیره در خصوص تحولات منطقه و کاهش توسعه برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی، و از این رو بود که آمریکایی‌ها دنبال برجام پلاس بودن، در حالی که طرف جمهوری اسلامی خواهان امتیازگیری از همون توافقات اولیه بود که تو دولت روحانی بهش رسیده بودن. بنابراین هیچ کدوم در بهار 1401 به نتیجه نرسیدن در پیشبرد مذاکرات مرتبط با برنامه هسته‌ای. اما در ادامه در تیر ماه ما شاهد اتفاقات دیگری هم بودیم. 30 تیر ماه دولت بایدن اعلام کرد، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ایران قصد داره پهپاد بفروشه به روسیه. روسیه در میانه جنگ اوکراین بود و غرب و تمام دولت‌های جهانی روسیه رو به عنوان متجاوز اغلب تشخیص داده بودند در سطح جامعه جهانی، و این ورود ایران به موضوع فروش اسلحه، به فروش پهپاد جنگی به روسیه‌ای که متجاوز شناخته شده بود، عملاً شریک جرم شدن در تجاوز به اوکراین محسوب می‌شد. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران به محض اینکه این خبرها منتشر شد و گفته شد حتی پوتین آماده خرید این پهپادها، شروع کردن به انتشار گزارش هایی که من اتفاقا تو برنامه مرور مطبوعات بهشون میپرداختم در طول همون روزها، که گزارش هایی منتشر میکردن از این که در واقع چقدر تکنولوژی های پهپادی ایران پیشرفته است، یا قدرت پهپادی ایران انقدر برجسته شده که روسیه آماده است که این رو بخره. به این ترتیب بود که ما در جنگ اوکراین با ارسال در واقع پهپاد شریک جرم شدیم. این احتمال هم هست که آمریکا با بزرگ نمایی قدرت پهپادی جمهوری اسلامی عملا سپاه پاسداران رو توی نمایشی در دامی که میخواست بندازه. به هر حال سطح تنش غرب علیه جمهوری اسلامی از شهریور ماه به یک بار تغییر کرد. خیزش اعتراضی مردم ایران باعث شد که دولت آمریکا مواضع تندتری علیه جمهوری اسلامی بگیره، بیانیه‌هایی صادر شد، جلساتی تشکیل شد که مخالفان و چهره‌های اپوزیسیون در جلسه با دولت بایدن شرکت کردند. اما در مقطعی که دولت‌های اروپایی در صدد فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی بودند، ما یه دفعه دیدیم که آمریکا گزارش‌هایی ازش منتشر میشه که جلوی فشار بیشتر علیه جمهوری اسلامی رو گرفته، مثلا مخالفتش با قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی در توسط انگلیس بود که اون موقع گزارش‌های منتشر شد. به نظر میرسه که منافع آمریکا در مدیریت تهدید جمهوری اسلامی و نه حذف اون، و از همین روز که حاکمان جمهوری اسلامی بارها از طرف آمریکا این پیغام رو دریافت کردند که دنبال براندازی این رژیم نیست. فرزانه تو مدام مطبوعات رو داری مرور میکنی، بهشون میپردازی، آیا تحلیلگران در داخل ایران پیشبینی داشتن از وضعیت روابط بین ایران و آمریکا در سال پیش رو؟ من یک گزارش و میزگردی رو در واقع در مجله تجارت فردا دیدم که به نظرم جالب بود که بهش بپردازیم. این میزگرد رو دستندرکاران مجله با حضور ابراهیم متقی، رئیس دانشگاه دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران، غلامرضا حداد، استاد دانشگاه علوم سیاسی، علامه طباطبایی و صادق زیباکلام برگزار کردند، و موضوع هم همین دیپلماسی جمهوری اسلامی و روابط ایران و آمریکاست مشخصا.
بین اون صحبت ها مثلا اگر بخوام اشاره کنم روی حرف های ابراهیم متقی که خب یک دیدگاه نزدیک به خود جمهوری اسلامی داره، یک نگاه رئالیستی داره به مسئله و میگه که به حال برآمدن طالبان یا برآمدن جمهوری اسلامی در پاسخ به قدرت استکباری ایالات متحده آمریکا بوده و در واقع گروه هایی که به حاشیه رفتن مثل در واقع همین جریانات شیعی افراطی اومدن که یا سنی افراطی اومدن که در واقع مقاومت کنن به عنوان گروه های مقاومت و از این رو استقلال دارن. اما در مقابل این دیدگاه، دیدگاه آقای غلامرضا حداده که استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه است، میگه ما از دنیا مستقل نشدیم، این دنیاست که ما رو طرد کرده، ما دومین ذخایر گاز و نفت جهان هستیم اما از زنجیره اقتصاد جهانی حذف شدیم. تو روابط ما با ایالات متحده آمریکا هم جمهوری اسلامی به دنبال هویت یابی فرافکنانه عملا در زمین بازی آمریکا افتاده، یعنی آمریکا جمهوری اسلامی رو محور شرارت میخونه، در واقع هویتی رو بهش میده که شر منطقه است، بایستی در واقع تهدیداتش کنترل بشه و دقیقاً جمهوری اسلامی همون نقشی رو بازی میکنه که ایالات متحده بهش سپرده، اینکه در واقع نقش حالا یک شرور منطقه رو ایفا میکنه به تعبیر آقای حداد. حالا آقای حداد میگه این فریب خوردگی جمهوری اسلامیه، بعضی تحلیلگران هم معتقدن که نه، این در واقع نوع تقابل و تعاملی است که ایالات متحده و جمهوری اسلامی دارن با هم بازی میکنن، چون ایالات متحده به جمهوری اسلامی میگه دولت یاقی و محور شرارت، از اون طرف جمهوری اسلامی هم بهش میگه میگوید شیطان بزرگ. از نگاه جمهوری اسلامی، من و شمای ایرانی از منافع و توسعه و رفاه باید بگذاریم برای اینکه اون آرمان‌های استکبار ستیزی جمهوری اسلامی محقق بشه. به باور آقای غلامرضا حداد این بنیادی ترین علتیه که تمامی ظرفیت‌های ما رو به عنوان ایرانی در پیوند با اقتصاد جهانی زمینگیر کرده و از نگاه نظام و حاکمیت در واقع اینها حاضرن که رفاه و توسعه کشور رو قربانی امنیتی بکنن که نگاه امنیت نظام هست و نه امنیت آحاد جامعه. اما غیر از آیه حداد، یک مصاحبه دیگری هم من دیدم آقای سریع‌القلم، محمود سریع‌القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی انجام داده بود با مجله اندیشه پویا که اون هم جالب بود، اشاره کرده بودن به بحث همین اعتراضات خیزش انقلابی و تأثیرش روی روابط غرب و ایران. آقای سریع‌القلم معتقد بود که ایالات متحده و دولت‌های اروپایی در ادامه همون سیاست پلن بیشون که می‌خواستن جمهوری اسلامی رو در موضوع هسته‌ای و تحولات منطقه تحت فشار قرار بدن که در واقع منطبق بشه به آنچه که غرب می‌خواد، روی موضوع اعتراضات و خیزش انقلابی هم در واقع سرمایه گذاری کردن یا در واقع ازش حمایت کردن تا اونجایی که بتونن جمهوری اسلامی رو دوباره بنشونن پای میز مذاکره یا در واقع متقاعد کنن برای اینکه به اون خواست اینها تن بده. حالا اینکه چنین اتفاقی افتاده یا نه نمیدونیم، فقط میدونیم که در پایان اسفند یک سری اتفاقات پشت هم رخ داد. اول اینکه صدا و سیما از لیست تحریم های ایالات متحده خارج شد، صدا و سیمایی که برگزار کننده اعترافات اجباری بود. بعد از اون دیدیم که عملا مذاکرات و توافقات پشت پرده‌ای که ایالات متحده برای آزادسازی گروگان‌ها انجام میده که گفته شده که در واقع این مقدماتش در قطر فراهم شده و احتمالاً در مقابل آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران باشه. بنابراین اگرچه برجام در دستور کار ایالات متحده نیست طبق اون چیزی که گفته شده، اما مذاکرات همچنان ادامه داره در موضوعات دیگه و هر آنچه که هست همچنان مسئله ایالات جمهوری اسلامی برای ایالات متحده به هر حال موضوعیه که هنوز مدیریت تهدید میکنه و نه حذف تهدید.